به نام خداوند بخشنده مهربان سلام شاگردان نازنین امیدوارم که حال همگیتان خوب باشن رسیدیم به سوالات آخر فصل که با همدیگه امروز حل میکنیم سوال اول گفته شعاع آفتاب را کدام نوع عدسیه جمع یا فوکس کرده میتونه شما میدانین که عدسیه محدبه سوال دوم زمانی که یک شی در مهراق عدسیه محدب واقع باشد چرا تصویر آن تشکیل نمیشه زمانی که گفتیم که شی ما در کجا باشد در مهراق و تصویر در کجا بود؟ گفتیم زمانی که اشعه ها به مهراق برسند پس به صورت موازی با محور اصلی انکسار پیدا می کنن و تصویر در بی نهایت تشکیل می شن. از این خاطر ما تصویر را نمی بینیم چرا که در بی نهایت تشکیل می شن. سوال سوم تصویر تشکیل شده توسط یک عدسیه باریک را در نظر بگیریم تحت کدام شرایط تصویر پس ما میخوایم دانه دانه گزینه ها را با همدیگه بخوانیم و بگیم که جسم ما در کدام موقعیت باشد تا تصویر معکوس باشه یا به طرف بالا گفته که تحت کدام شرایط تصویر معکوس میشم شما میدانین اگر جسمتان خارج از مهراق باشه تصویری که تشکیل میشه به صورت معکوسه. گزینه دوم گفته به طرف بالا. چه زمانی تصویر به طرف بالایه؟ زمانی که جسم ما بین رأس آینه، رأس عدسیه و همچنان مهراق باشه تصویر به طرف بالایه. در چه صورت تصویر حقیقی می باشن؟ شما می دانین در عدسیه باریک یا همون عدسیه محدب اکثر تصاویر به صورت چی هستن؟ حقیقی هستن در چه صورت تصویر مجازی تشکیل می شن؟ زمانی که جسم ما بین رأس عدسیه و همچنان فاصله مهراقی باشن تصویر ما مجازیه بزرگتر از اصل شی و ما برای شما در درس های گذشته هم کشیدیم تصویرش را زمانی که جسم ما بین مهراق و مرکز انحنا باشه تصویر ما بزرگتر از اصل شی و مورد آخر گفته کوچکتر از اصل شی باشم. گزینه ای و گزینه اف کاملا برعکس همدیگه دیگه هستن اگر جسم ما بیرون از مرکز انحنا باشه تصویر ما کوچکتر از اصل شی میشم. سوال چهارم گفته سوال فوق را برای یک عدسی مقعر نازک در نظر گرفته جواب بدیم ما در عدسی های مقعر زمانی که تصویر را میکشیدیم فامیدیم که تصویر در عدسی های مقعر مجازیه کوچک است و همچنان معکوس. سوال پنجم. سوال پنجم گفتم اگر یک عدسی محدب شیشهای در آب گذاشته شود فاصله مهراقی عدسیه نسبت به حالتی که عدسیه در هوا باشد طویلتر خواهد شد یا کوتاهتر چرا؟ من میگم طویلتر دلیلشم مربوط به این میشه که ذریب انکسر... انکسار آب نسبت به ذریب انکسار هوا بیشتره شما میفهمین که ذریب انکسار آب هست یک اشاری و ذریب انکسار هوا را ما میگیم یکم. سوال ششم گفته اگر یک میکروسکوپ از دو عدسی محدب ساخته شده باشد چرا تصویر معکوس تشکیل می شم؟ ما در درس میکروسکوپ خواندیم. ما در میکروسکوپ دو نوع عدسی داریم. عدسی شعی و عدسی چشمی. زمانی که ما جسم خود را در پیش روی عدسی شعی قرار میدیم این عدسیه اول ما یک تصویر را تشکیل میده به صورت معکوس و همچنان بزرگتر تصویر عدسیه چشمی که به طرف چشم ما هست مثل یک ذربین ساده عمل میکنه نمیتونه که تصویر را از معکوس به سر راست تبدیل کنه فقط این ذره بین میتونه تصویر را بزرگتر نشان بده سوال هفتم گفتن در مقابل عدسی مقعری که دارای فاصله مهراقی 20 سانتی متر باشن گفته برای هر فاصله که برای ما داده ببینین فاصله چهل داده 20 و همچنان ده گفته تصویر را پیدا کنین و همچنان بزرگ نمایی را پس ما گفتیم فاصله مهراقی ما چنده 20 سانتی متر پس ما مقدار اف داریم 20 سانتی متر ما فاصله مهراقی را داریم اما مقدار پیه ما, پی ما تغییر میکنه قیمت اول ما چهله پس پی یک میشه چند؟ چهل سانتی متر از ما چی را مقدار کیو یک را میخواین و همچنان گفته بزرگ نمایی را پیدا کنیم که ما بزرگ نمایی را با حرف ام نشان میدیم عدسیه ما مقعره، در عدسیه های مقعر ما میدانیم که فاصله محراقی ما منفیه پس رابطه تغییر میکنه یک بر پی جمع یک بر کیو مساوی با منفی یک بر اف یک بر پی ما مقدار پی را داریم چند چهل یک بر چهل جمع یک بر کیو مساوی است با فاصله محراقی هست بیست علامه منفی را میذاریم یک بر بیست مقدار کیو یک را میخوایم پیدا کنیم یک بر کیو یک یک طرف مساوات گذاشته میشه و در طرف دیگر مساوات ما منفی یک بر بیست را داریم حالی قراره که یک بر چهل بره او طرف مساوات پس علامه تغییر میکنه علامه مثبت به علامه منفی تغییر میکنه یک بر چهل میبینیم که مخرج های ما یکی بیست و دیگری چهل ما ما میتونیم مخرج مشترک بگیریم ما مخرج را چهل قبول میکنیم اگر بیست را ضرب دو کنیم پس صورت هم باید ضرب دو شود منفی یک ضرب دو منفی دو منفی یک مخرج ما هم چند چهل منفی دو با منفی یک میشه منفی سه بر چهل ما میخوایم یک بر کیو یک را سرچپه کنیم نوشته میکنیم کیو یک پس منفی سه بر چهل را هم سرچپه میکنیم منفی چهل بر سه چهل تقسیم سه میشه سیزده اشاریه سه با علامه منفی این علامه منفی برای ما نشان میده که تصویر ما مجازیه و همچنان گفته بزرگ نمایی رم پیدا کنین پس ما میگیم M1 مساوی با Q بر P مقدار Q را ما پیدا کردیم 13.3 13.3 مقدار هم داریم چهل 13 اشاری از تقسیم 4 میشه M1 مساوی با صفر اشاری از ما بزرگ نمایی را پیدا کردیم و میدانیم که بزرگ نمایی یک کمیت بدون واحده قسمت دوم برای ما مقدار پی را چند داده؟ 20 داده پس فاصله مهراقی ما تغییر نکرده 20 سانتی متر و همچنان مقدار پی دو ما شد 20 سانتی متر از ما مقدار کیوه دورم می و همچنان بزرگ نمایی را پس باز هم با هم دیگر رابطه را می کنیم. یک بر پی جمع یک بر کیو مساوی است با منفی یک بر اف. می که عدسی ما مقعره. پس مقدار پی را داریم یک بر بیست. جمع یک بر کیو مساوی است با منفی یک بر بیست. مقدار کیو را می میخوایم پیدا کنیم تصویر دوم یک بر کیو دو مساوی با منفی یک بر بیست این طرف مساوات ما مثبت یک بر بیست را داریم میره او طرف علامت تغییر منفی یک بر بیست مخرج ها با هم برابر نیاز نیست که ما مخرج مشترک بگینیم یکی از بیست را نوشته میکنیم منفی یک و منفی یک میشن منفی دو باز هم ما میخوایم مقدار Q2 را پیدا کنیم پس باید سرچپه کنیم کیو 2 مساوی با منفی 20 بر 2 میشه چند منفی 10 سانتی متر ما موقعیت تصویر تصویر دوم را پیدا کردیم حالی میخوایم بزرگ نمایی را پیدا کنیم میگیم M2 مساوی است با Q2 بر P2 M2 مساوی با مقدار کیو را چند داریم؟ ده مقدار پی بیست صفر با صفر خلاص میشه یک تقسیم دو ام دو مساوی میشه با صفر اشاریه پنج ما بزرگ نمایی دوم هم پیدا کردیم حالی بریم, بریم سراغ قسمت سوم. گزینه سوم برای ما موقعیت پیر داده چند ده سانتیمتری پس ما فاصله مهراقی را داریم چند F را داریم 20 سانتی متر و مقدار پی را داریم 10 سانتی متر از ما چی را میخواید؟ QSR را میخواید و همچنان بزرگ نمایی را در حالت سوم. باز هم با هم رابطه را نوشته میکنیم یک بر پی جمع یک بر کیو مساوی مساویه با عدسیه باز هم مقعره با علامه منفی یک بر اف. مقدار پی برای ما ده داده یک بر ده جمع یک بر کیو سه مساوی است با منفی یک بر بیست ما مقدار کیو اس را میخوایم پس یک طرف مساوات ما داریم یک بر کیو اس مساوی با منفی یک بر 20 در جای خودش مثبت یک بر 10 میره او طرف مساوات منفی یک بر 10 بینیم که مخرج ها با هم دیگه فرق میکنه پس مخرج مشترک میگیریم مخرج مشترک هم 20 ده. ده را اگر ما ضرب دو کنم باید صورت هم ضرب دو شوم. پس ما داریم منفی یک در جای خودش منفی را داریم یک ضرب دو میشه دو بیست هم به عنوان مخرج مشترک ما میخوایم مقدار کیوی سه را پیدا کنیم پس سرچپ میکنیم کیوی سه مساوی است با بیست میاید در صورت با علامه منفی منفی یک و منفی دو میشه چند؟ سه منفی بیسته بر سه ما اگر بیست را تقسیم سه کنیم برای ما میمانم منفی شش اشاریه شش سانتی متر ما موقعیت تصویر را در حالت سوم پیدا کردیم و اما بزرگ نمایی را در حالت سوم ما میگیم ام سه مساوی است با کیو سه بر روی پیه سه پس ام مساوی با ما مقدار فاصله تصویر تا عدسی را گفتیم 6 اعشاریه 6 و مقدار پیره را گفتیم 10 6 اعشاریه 6 تقسیم ده برای ما چند داره 0 اعشاریه 66 و ما میفهمیم که بزرگنمایی ما یک کمیت بدون واحده بزرگ نمایی در حالت سوم صفر اشاریه شست و شش. و اما سوال بعدی گفته شخصی با استفاده از عدسی محدب بازی را در مسابقه تماشا می کنه. فاصله محراقی عدسیه را گفته 12.5 سانتی متر عدسیه یک تصویر مجازی را تشکیل میده وقتی میگه تصویر مجازیه پس باید علامه تصویر را ما با منفی نشان بدیم که از عدسیه به فاصله سی سانتیمتری قرار داره از ما بزرگ نمایی عدسیه را خواسته و گفته آیا تصویر به طرف بالا است یا پایین این جواب این سوال باشه در جلسه بعدی که با هم دیگه حل می کنیم این بود از درس امروز ما امیدوارم که سوالات را به خوبی یاد گرفته باشین شما هم می تانین در خانه این سوالات را در پیش خود حل کنین تا جلسه بعدی همه شما عزیزان را به خدای بزرگ می سپارم خدا حافظ.